سرخط خبرها، هشدار تند فرمانده سپاه به متحدان رژیم صهیونیستی. اتحاد روسیه و چین در حوزه نظامی همزمان با ادامه جنگ اوکراین. و آمادگی روسیه برای افزایش تولید بمب افکن‌های راهبردی. به نام خدا، سلام. بسته خبری از پیک خوش اومدید. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با بیان اینکه قدرت ترکیبی نیروهای مسلح ما در برابر دشمن ویرانگر خواهد بود، هشدار داد هر کشوری که با رژیم صهیونیستی برای تهدید امنیت ملی ایران همکاری کند، پایگاه‌هایی که در اختیار این رژیم می‌گذارد آماج حمله نیروهای مسلح ما قرار می‌گیرد. به گزارش ایرنا، سردار غلامعلی رشید ظهر روز جمعه 9 دی ماه در حاشیه برگزاری رزمایش مشترک الفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تعداد کل نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجماع دارند که رژیم صهیونیستی به عنوان تهدید امنیت ملی ایران در اولویت نخست قرار دارد. وی افزود رژیم صهیونیستی تحت حمایت همه جانبه یک تهدید نظامی امنیتی مخرب برای تمام کشورهای منطقه و ایران است و اقدامات تهدیدآمیز این رژیم علیه منافع و امنیت ملی ایران با فرض اطلاع، هماهنگی و حمایت آمریکا ارزیابی می شود و پاسخ نیروهای مسلح ایران قطعی خواهد بود. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تاکید کرد هر کشوری که با رژیم صهیونیستی برای تهدید امنیت ملی ایران همکاری کند و پایگاه و امکانی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد، آن پایگاه‌ها نقاط و مبدا تجاوز و حمله به ایران که رژیم اشغالگر قدس است آماج حمله نیروهای مسلح ما قرار خواهد گرفت. وی افزود نیروهای مسلح ما در میدان رزمایش بسیار جدی هستند. ما رزمایش را نیمی از جنگ و بلکه جنگ ما قبل جنگ می دانیم. به همین دلیل فرماندهان ما دقت، جدیت و خلاقیت را در تحریزی و اجرای رزمایش به شدت رعایت می کنند. سرلشکر رشید تصریح کرد ما با انجام رزمایش می خواهیم دشمنان ما بدانند ما آماده ایم و در صورت خطا در محاسبه حتما هزینه بیش از دستاوردها به زعم دشمن بر آنها تحمیل و اقدامات تاکتیکی اولیه آنها را به شکست راهبردی تبدیل خواهیم کرد. وی ادامه داد ما نسل جنگ هستیم و جنگ را با جنگ آموخته ایم. امیدواریم که دشمن به دنبال آزمون اراده و قدرت ما نباشد، زیرا قطعا تحمل هزینه های آن را نخواهد داشت. البته باید تاکید کنم که باورپذیری قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دشمن هزینه کمتری خواهد داشت. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا خاطر نشان کرد این نکته را هم باید به دشمنان فرامنطقه‌ای یادآوری کرد که نیروهای مسلح ما با قدرت ترکیبی در برابر دشمنان خواهند جنگید که قدرتی ویرانگر خواهد بود، به این معنا که هر دشمنی که با محاسبه غلط راهبردی بخواهد تعرضی به آبها، جزایر، سواحل و تأسیسات متعلق به ملت ما داشته باشد، فقط با قدرت نیروی دریایی راهبردی ارتش روبرو نخواهد شد، بلکه تمام قدرت دفاعی تهاجمی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تمام قدرت دفاعی تهاجمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام قدرت دفاعی تهاجمی منطقه‌ای ما به صورت یکپارچه و هماهنگ در مأموریت مشترک و در جغرافیایی بسیار گسترده دشمنان را خواهند کوبید. همزمان با ادامه جنگ اوکراین و ادامه فشارهای غرب بر روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز و ساعتی پیش با شی جین پینگ همتای چینی خود به صورت مجازی ملاقات کرد و ضمن دعوت رسمی از وی برای سفر به مسکو گفت که همکاری و تعامل میان دو کشور در حوزه نظامی در حال تقویت است. به گزارش روز جمعه از تارنامه خبری اسپوتنیک، روسیه تصاویر کوتاهی از این ملاقات مجازی را پخش کرد.
المللی است. این ملاقات همزمان با شروع سال نو میلادی و نیز در آستانه برگزاری یکی دیگر از جلسات مهم حزب کمونیست چین به رهبری شی جین پینگ برگزار شده است. قرار است در آینده نزدیک حزب کمونیست چین رسما دوره جدید ریاست جمهوری شی جین پینگ را اعلام کند. حدود 10 روز قبل نیز دیمیتری مدودوف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه به چین سفر کرده بود و ملاقاتی هم با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین انجام داد. در آن ملاقات مدودوف پیام پوتین را به رئیس جمهوری چین تقدیم کرد. پیام و سفری که حکایت از افزایش بی سابقه همکاری‌های عملی و گفتگوهای سیاسی میان چین و روسیه داشت. همچنین رؤسای جمهوری دو کشور در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای که اواخر شهریور ماه سال جاری در سمرقند ازبکستان برگزار شد، با یکدیگر ملاقات کردند. ملاقات دیگر سران روسیه و چین هنگام سفر پوتین به پکن حین برگزاری المپیک زمستانی سال گذشته به میزبانی چین انجام شد. پوتین در بخشی از این ملاقات مجازی خطاب به همتای چینی خود گفت: تردید ندارم که به زودی فرصت ملاقات حضور با جناب عالی فراهم خواهد شد. دوست عزیز من و رئیس محترم حزب حاکم چین، ما در بهار امسال منتظر سفر رسمی جناب عالی به مسکو خواهیم بود. پوتین افزود که سفر رئیس جمهوری چین به روسیه قدرت روابط چین و روسیه در زمینه‌های کلیدی را به جهان نشان خواهد داد و مهمترین رویداد روابط دو کشور در سال 2023 خواهد بود. پوتین گفت همکاری میان روسیه و چین در همه زمینه‌ها به عنوان یک عامل و فاکتور ثبات‌ساز در سطح بین‌المللی در حال افزایش است. رئیس جمهوری روسیه همچنین از افزایش میزان صادرات گاز روسیه به چین در سال جدید میلادی خبر داد. پوتین با بیان اینکه به رغم کارشکنی‌های برخی دولت‌های غربی، روابط روسیه و چین رو به گسترش است، گفت: هدف دو کشور برای رسیدن به حجم مبادلات تجاری 200 میلیارد دلار در سال 2024 به زودی محقق می‌شود و کاملاً در دسترس است. روسیه یکی از صادرکنندگان عمده نفت به چین است و سال آینده صادرات گاز روسیه به چین نیز افزایش می‌یابد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز در بخشی از سخنانش در این ملاقات گفت: روابط و تعامل میان روسیه و چین در سطح گسترده‌ای رو به افزایش است. رئیس جمهوری چین همچنین تاکید کرد که کشورش آماده توسعه همکاری راهبردی با روسیه است. و سرگئی چمزوف رئیس شرکت دولتی فناوری روسیه روستک روز جمعه گفت که این شرکت برای افزایش تولید هواپیمای بمب‌افکن راهبردی توپولوف TU-160M دارای توانایی حمله موشک با کلاهک هسته‌ای در سال‌های آینده آمادگی دارد. به گزارش خبرگزاری تاس، دفتر رسانه‌ای شرکت یونایتد ایرکرافت وابسته به روستک به نقل از چمزوف افزود: بهبود عملیاتی این هواپیمای بمب‌افکن راهبردی و سرگیری تولید آن با تجهیز به دستگاه‌های تازه رادیو الکترونیک، موتور جدید و سامانه‌های دیگر به عنوانه پایه اصلی زرادخانه هسته‌ای روسیه در اولویت قرار دارد. این رسانه افزود که دو فروند هواپیمای بمب‌افکن TU-160M وارد مرحله آزمایش پروازی شده است. TU-16M که در ناتو به نام بلک جک شناخته شده و گونه بهبود یافته TU-160 است که در دوره اتحاد شوروی برای رویارویی با هواپیمای بمب‌افکن راکول B-1 لنسر در ایالات متحده ساخته شد، در میان خلبانان به قوی سفید معروف است. این هواپیما به همراه بمب‌افکن TU-95M بخش‌های اصلی هوانوردی دوربرد نیروی هوافضای روسیه را تشکیل می‌دهد. TU-160M بزرگترین هواپیمای مافوق صوت در تاریخ هوانوردی نظامی و سنگین‌ترین هواپیمای نظامی با توانایی حمله موشک‌های کروز دارای کلاهک هسته‌ای به شمار می‌رود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در آوریل 2015 با توجه به نیاز به ساخت هواپیمای تهاجمی نسل آینده کاملا جدید، دستور از سرگیری تولید گونه بهبود یافته بمب‌افکن TU-160 را صادر کرد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.